اگر دنیا بده چون ما بدیم، ما داریم بد میکنیم. حالا واقعا ما بدیم؟ قطعا ما داریم دنیا رو بد میکنیم. کی داره دنیا رو بد میکنه؟ کسی بهمون حمله کرده؟ یک سری موجودی که نمیدونیم چی هن؟ نه اصلا اینجوری نیست. من بدم که پیرامونم بده، رفتار ماه. چه اتفاقی برامون افتاده؟ چی کار داریم میکنیم؟ همین مسائل اخیر، چرا اصلا حواسمون به هم نیست؟ چرا حتما باید یکی رو از دست بدیم تا مهرمون گل کنه؟ تو وقتی خوبی که پیرامونت خوب باشه، تو وقتی خوبی که اطرافیانتو ببینی، تو وقتی خوبی که بنیامین خوبه، دوستانی که اینجا هستن خوبه، نشستیم و چشمون به دهن بقیه است. تو چی میگی؟ تو بنیامین تو چی میگی؟ بعد میندازیم گردن هم، بعد میگیم بنیامین گفت. من نگفتم که. مغز داری، عقل داری، زندگی کن. همش بهترین ما باشیم. اصلا کی گفته تو باید همش نفر اول باشی؟ خب کمالگرایی پس چی؟ نه. حرفم این نیست. اذیتت نمی‌کنم. نه. اینجوری داریم یعنی آره دقیقاً می‌خوام راجع به همین حرف بزنم. خودم بعضی وقتا از بچگی میگم دوست داشتم یا تو کلاسی شرکت نکنم. کی گفته که تو باید همیشه نفر اول باشی؟ کی گفته خوب همیشه نفر اوله؟ کی گفته اصلا نفر اول باشی؟ آخه بالاخره آدم کمالگراست، این رقابت‌ها اینا اتفاق می‌افته. می‌خوام بگم رقیب زندگی خودت خودتی. آدم ها دو دستن تقریبا در این من اینو قبول دارم ها. من خودم این طرفی هم. الان شما داری میگی، میگم من خودم رقیب زندگی خودم باشم، بیشتر حال میکنم. دو دسته آدم داریم تقریبا در این اجتماع. یک سریشون تقریبا زندگی رو تجربه میکنن، اکسپریانس میکنن. یک سریشون پرفورم میکنن، نمایش میدن زندگی رو. اونایی که دارن زندگی رو نمایش میدن همیشه خالی هن و تو عذاب، هیچی ندارن. و جامعهمون داره به این سمت میره که همه داریم شو میکنیم. اصلا قرار نیست تو با کسی مقابله کنی. تو باید هر روز از خودت جلو بزنی. اگه خودت جلو بزنی، اون روزی که خودت سبقت میگیری، اون روز تو خوشبختی و موفق. ولی اگه قرار باشه من از بنیامین جلو بزنم، اون روز برندم، موفق نیستم. کی گفته برندم؟ کی گفته موفقم؟ فقط برندم. تازه قرار نیستش که تو یک برنده باشی ولی آدم خوبی باشی. برنده و موفق با هم فرق میکنه. خیلی. وقتی موفقی، طرف نفر آخره ولی موفقه، طرف یه گوشه نشسته ولی موفقه. قرار نیست تو همش شو کنی، ما قرار زندگی کنیم. ببین چون انقدر باحال داری، مثال میزنم. مثال میزنم، امیدوارم مثال اشتباهی نزنم، برداشت ناسوابی نکنی. از سنف خودم هم بزنم الان همه دعواشون میشه با هم، نمیدونم چی بگم. راحت باشیم چون من نه آخه نمیدونم جایزه من ندارم. من قول میدم خواننده‌ها ناراحت نمیشن چون گردشون پرزوره، خیلی بارای سنگینی و تحمل. تو به من بگو، اون کسی که جایزه بهترین موسیقی جشنواره فجر رو میگیره یا هر فستیوالی از موسیقی رو در ایران میگیره برنده است؟ نه. برنده اون کسی که تو برنده. دل مردمه چیه پس؟ موفق است. پس فرقشون داریمش هستن. ولی منم راست میگی نمیتونم بگم. ولی تو بگی اشکالی نداره. خب دیگه منم نمیتونم من بگم خود سنفی میشه. من قشنگ دو نفره دارم. آفرین. میخوای من سینمایی بگم تو موسیقی بگی؟ نه به نظرم قضاوت نکنیم هم دیگه رو. نگی. نه. واقعا گفتی مثال بزن برات بازش کردم. به محض اینکه تو بخوای کسی جلو بزنی این اتفاق میفته. تمام زندگیمون داره میشه شو. نمیگم همه 100% اینجوری، ما هر کس شو بلده در این اجتماع داره نفر اول میشه. خب بعد کی گفته حالا نفر اول باید بشی اصلا؟ مثلا الان زندگی اینستاگرامی اینطوریه کامل. من یه روز که ازش جدا میشم کلی تجربه زندگی میره بالا. الان سوال ازت میپرسم، این خوبیش میدونی چیه؟ احتمالاً شما که برمیداری منو باید بردارم. ادام میفته که باید با هم بزنیم پایین دوباره. باید با هم میگه ببن چرا میخندیم؟ چیز خنده دارم من گوشیم من از رو گوشیم چیز شما تفرفته من از رو گوشیم اینستاگرام پاک کردم یه مدت. چرا؟ نه اینستاگرام رو پاک کنم، از رو گوشیم پاک کردم. نه فرار نه، یه وقتی مثلا یه تجربه میکنی بعد میخوایم اون تجربه رو احساس میکنیم بهش وابسته شدی. همین اعتیاد میگن یه شکلش همینه دیگه. دیگه ذهنت وقتی عادت بکنه وقتی که نمیتونی یک روز گوشی نداشته باشی، اینستاگرام نداشته باشی، اینم یه اعتیاده. اینم بعد بررسی بشه. مونتا خیلی ها مبتلا بهش شدن. بعد زندگی اینستاگرامی مثلا میگه که تو داری رولینگ اینستاگرام رو نگاه میکنی، همش میبینی اینا چقدر حالشون خوبه. مثلا تو فضای آدم معمولی جامعه
حالت گرفته میشه دیگه. بعد تو واقعیت بریم اون سلبریتی ها، حالا هر جای دنیا هستن، نگاه بکنی خود یه سلبریتی، مثلا سلبریتی هستی تو ایران، خب آدم حسابی، قشنگ میتونی بفهمی که خیلی وقتا این عکسا، این چیزایی که تولید میشه، تولید میشه، یعنی یک پروژه است که یک عکس رو ایجاد میکنه. الان ماشاءالله پول بده برات مینویسن، پول بده بهت جایزه میدن، خوشگلت میکنن، اصلا پول بده خوشگلت میکنن، پول بده فالوور بهت میدن. این میشه برای این که هر روز تو میخوای از همه بزنی بالا، میشه همون کسی که میخواد شو کنه و از زندگی هیچ لذتی نمیبره. من انتخابمون نیست، من انتخابم این که از زندگیم لذت ببرم. منم انتخاب تو، یعنی آفرین. همیشه از خدا میخوام میگم خدا انقدر منو درگیر مشکلات خودم بکن، ضعفای خودم بکن که اصلا کسی دیگری رو نبینم، کاری با کسی دیگری نداشته باشم. خیلی ببین، من سر همین سریال آخری که کار کردم سیاوش، 2 سال کشتی تمرین کردم با خیلیا. کشتی رو نگه دار، هی دارن به من میگن آیتم، من 1 دقیقه است نمیخوام قد بکنم، میگن یا آیت. ببین اگه میشه خیلی کوتاه باشه لطفا، میخوایم برگردیم تو همین حال هوا، بریم و بیایم.